سلام رفقای پایه حالتون چطور عبدی چطوری محمد میدونم خیلی خسته از بیرون اومدیم نگاه هم همچنان از صبح دانشگاه و در به داغون بودیم همه نازگلم سر کار و من اصلا خودم مغزم درد میکنه جنگل و آسفالت هم بیشتر سردرد بهم داد قسمت هفتم بریم و برگردیم به قول عبدی من هنوز نمیدونم قسمت چنده اون قسمت ششم جنگل آسفالت یه سریالی که داستانه خیلی خوب بازی ها همه چی به جا تصویر خوب بازی همه چی خوب ولی خیلی داری کشش میدی خیلی داری کشش میدی سلام و درود خدمت همه مستر دکویای عزیز خیلی خوشحالم که دوباره در کنار همه دوستان هستم آقا اون کسایی که میگفتن نوید محمدزاده نمیم نوید محمدزاده نیست یکی دیگه است نمیم باران کوسری نوید محمدزاده این قسمت فکر کنم جوابشون رو گرفتن یعنی نمیم حالا بقیه دوستان چقدر موافقن یه د... حالا بالاخره کارگردان و مسیر داستانم خیلی مهمه که چقدر جوم میده به اون کرکتر ولی موقعی که به جاش بود خیلی صحنش قشنگ بود مخصوصا اونجایی که باطومه رو اول یه باز کرد یه بسته کرد یعنی ما رو برد تو تعلیق با یه موزیک خیلی خوب زیر صداش واقعا صحنه ای بود که فکر کنم هممون یه دلهوره خاصی گرفتیم اگر نه میتونست خیلی عادی بره مثل بقیه سریالا چهار نفر رو بیرون کنه چه کتک هم زد یعنی اگه قبول داشته باشه کتکا جانویکی بود یعنی اصلا نمیذاش نفس بکشن خیلی حال کردی مسیر داستانش راه افتاده ولی آب قاتیشه به نظر من یه خورده آب قاتیشه و باز میارزه با به اینکه هیچی نداشته باشه یعنی بالاخره یه داستان قوی با بازی های خیلی خوبی که خانم مرلا زارعی فکر کنم این روزا خیلی واقعا رو بورس و اینکه رو بهترین حالت بازیگری خودشون هستن تو نقشای مختلف کرکترهای مختلف بازیای خیلی مختلف یعنی اصلا ما تکرار نمیبینیم تو بازی این خانم بچا من فکر میکنم بازیگر حرفه یعنی این یعنی نقش رو نگاه میکنه میگه خب من اینو میتونم یه اتوت میزنه کارگردان میگه لایک بریم چی بهتر از این ببین محمد یه چیز دیگه بچا اگه دقت کنی نوید محمدزاده یه جا داد زد و دیگه ناتوان شد از اینکه بانو اونجا هست یا نه جواب نمیداد و آخرین دادشی که زد دیگه نفسش داشت خالی میشد درباز شد اون ترس این از هر کسی بازی بر نمیاد یعنی یه جاهایی میگن آن بازیگری یه آقایی بود به نام بهادر زمانی تو سریال قطب شمال توی اینستاگرام یه دو خانمه بود اینجوری بوتاکس کرده بود بخن ق... نمیدونم حالا چیز کن کن نمیتونست و میگو حداقل یه فش بده این آقای بهادر زمان نمیتونست ولی خب اینجا که دیدین حالا بشنویم نگاه و نگاه بشنویم تو رو سلام به همه دوستای خوبم به همه عزیزان و دوستانی که دارن برنامه رو میبینن جنگل آسفال بخواد اول از بدیاش بگم دوباره قصه خیلی کند و خسته کنند است یعنی چیزی که توی دو قسمت قبلی هم من رو اذیت کرد الانم همچنان اینجوری هستش این قسمت هیچی نداشت به نظر من جز همون یکی دو دقیقه آخر که فهمیدیم پولار آتف اگه اشتباه نکنم آزاد سمدی برداشته چی داشت؟ هیچی دوباره یه رفتن ایرج پیش برادرش برای اینکه یه جائل پیدا کنه این دفعه نمیدونم اون تقیب گونه تقیبه هایی که از طرف هنگامه میشه یعنی پاشا این کار میکنه هیچ چیز جدیدی برای ما نداشت اینکه فقط ما خانوم مریلا زارعی را تو نقش بانو و با اون بازی خوبش دیدیم اما با محمد موافقم نوید محمدزاده این قسمت خوب بود یعنی همیشه از نظر من خوبه این قسمت خوب بود یه جایی که اشاره کردیم تو همون جایی که رفت دنبال بانو به کن وسط داد و بیداد یه دفعه از یه صدایی به ترسی و برگردی خب خیلی خوب در آوردن آن بازیگری به قول مهدی خیلی قشنگ بازی کرد بازیگری های دیگه هم نمیتونه حالا از ایرج چیزی ندیدیم از آقای امیر جعفری ولی بقیه بازیگردن دارن درجا میزدن مثلا اون سکانس اینکه آرزو رفت به اون شوگر نه پدر شکری ببخشید پدر شکری رفت بیرون اصلا نفهمیدم چرا مثلا میخواست چیو نشون بده این دو تا هم علاقه من میشن اوکی ولی خب مشخصه این از طرف کسیه کیو میخواین گول بزنید دیگه حالا میخوایم ما یه رابطه عاشقانه ببینیم رابطه که اصلا به شخص من درگیر نمیکنه که حالا مثلا یکی بخواد با 20 سال 30 سال بزرگتر خودش رابطه داشته باشه عاشقانه اصلا برای من جذاب نیست اصلا بگو یه رابطه خیلی عاشقانه ای هم میخواد باشه و اینکه میگم قصه کنده همچنان همچنان کنده و من فکر میکنم که این آب بستنه همچنان وجود داره دیگه یه سریالی که با این هم بازیگر خوب اومده ولی توی شیش قسمت هیچی برای گفتن نداشته و متاسفانه حالا ما هم داریم نگاه میکنیم همچنان پکیجو پکیجو اگر این شیش قسمت تو سه قسمت بسته میشد و با ریتم تون بود قابل قبول بود بچه ما به اضافه ما الان دوچار نازگل الان یه جمله داره سندروم تعداد قسمت های زیاد برای درآمدزایی بذار از خود نازگل بشنویم سلام به همه مثل دکویا دوستای قشنگم بله واقعا همینطوری من میخوام اصلاح کنم با اجازه محمد جملش رو سریال قصه نداره محمد جان اگر قصه داشت آب توش نمیبستن وقتی آب توش بستن یعنی مشکل نداشتن قصه بوده خب کششی هم ایجاد نمیکنه و قسمت شیشم برای اولین قسمت من تهش گفتم خب بالاخره ما فهمیدیم پولا کجا شیش قسمت ما ما دنبال پولا بودیم چون نه ایرج دنبال پولا بود نه پسرش دنبال پولا بود نه پاشا دنبال پولا بود نه هیچ کس دیگه در خصوص بازی نوید محمدزاده همتون گفتین که من یکی از منتقدین اصلی بازی نوید محمدزاده تو این سریال بودم نوید محمدزاده جایی که دیالوگ نداره خوب بازی میکنه چون بدنش که اوکیه اکتاش اوکیه نگاهش اوکیه مشکل مکس هایی بود که در دیالوگ هاش ایجاد کرده بود به خاطر تعریف شخصیتی که درست در نیامده من یه بار به بچه‌ها اینو گفتم فکر می‌کنم تو برنامه‌های قبلی نگفته باشم گفتم ببین نوید طراحی کرده طراحیش هم طراحی درستی بوده به نظر من اون کارگردانی که اون پشت نشسته اون صدا برداری که اون پشت نشسته نتونسته تشخیص بده که این درست بوده یا غلط بوده به نوید اوکی داده و رفتن مرحله رد شده رفته جلو دیگه تشخیص, تشخیص درست نبوده که اشتباهه ولی بازی آزاد سمدی هم بچه ازش خافل نشین آزاد سمدی همین الان توی افریه تهران داریم میبینیمش با یه شخصیت دیگه اینجا داریم میبینیمش با یه شخصیت دیگه آزاد سمدی بازیگر به شدت خوبیه من اصلا منکر حضور میلازاره عزیز نمیشم میلازاره شاهکار کرده من کیف کردم از دیدنش توی شخصیت بانو و به نظرم خیلی درجه یک بود ولی یکی از اتفاقات دیگه که توی جنگل آساد منو خیلی اذیت میکنه این هستش که یه قسمت هایی آدما ها گم میشن مثلا ما ریماران فر یه دو قسمت نداریم نمیدونم مثلا امی جعفری یه سکانس میاد و میره یه چیزایی نیست دیگه اصلا وجود نداره یه بازیگرایی رو میس میکنیم توی داستان انگار براشون ننوشتن یادشون میره که اینا هستن و آرزو و همون حالا پدر شکری گفتی نگاه پدر شکری که نگاه گفت وصله ناجور جنگل آسفالتن هیچ جوره بهش وصل نمیشن اصلا هر جفتشون اصلا وصل نمیشن یعنی به زور سنجا قفلی هم نمیتونی وصلشون کنی بازی های به شدت دو تا بازی بد داریم میبینیم که این دوتا بچه الان به صورت تئوریک عبدی چون با این قضیه ها رو به روه عبدی... قسمت قبل آزاده آزاده سمدی پایپ شیشه و اینا رو پرت کرد صده شکستن اومد ولی این دفعه همه دماغش اینجوری میکرد خب کسی که شیشه میکشه اصلا اونجوری نیست میگنی داستان چی میزنه؟ دیگه همه چی با هم میزنه همه چی با آخه کسی خب با بوت میره زیر پتو بعد دفعه با بوت از زیر پتو میاد بیرون خب بالاخره حالا خوبی نداره من مشکلم بیشتر سلام نکردم من سلام میکنم خدمت همتون دوستای گلم ببین شخصیت آزاد سمده جدا از اینکه خیلی عالی داره بازی میکنه خیلی بزرگه برای امیر جعفری خیلی جوجست در مقابلش یعنی کسی که این عاشق اونه خب بالاخره اون شخصیت ای علیرضا جعفری امیر تو فیلم بالاخره باید یارو یک سی از خودش نشون بده که اینم از این خوشش بیاد این خیلی در. نمیدونم چجوری بگم خیلی لوزره در مقابل اون صحنه آغازین فیلم با صدای آقای لیونارد پوهن و هنگه دنس میتود بود که خیلی حال کردم وقتی شروع شد همه تون درست میگیم بچه این آقای اوزجان دنیس هستش که اومده الان تو سریال با چیز با آزاده اسم خانمش آزاده است آرزو. آزاده وقتی که اون آرزو آزو. آرزو وقتی که اون قصو اگه که با یه پسر اون استایلی کلا داره زندگی میکنه هیچ وقت اصلا تو کتش نمیره همچین آدمی با همچین استایل یا این مدل صحبت کردن این ادبیات بیاد باش صحبت کنه پس کلا این اصلا لنگ میزنه خراب میکنه همه چیزا اونجا که دیوا زاهدی با اون کلایه اومد گفت شب کوبیده آخه کی شب کوبیده میخوره میمونه تا یه هفته بعد میاد بالا آخه نمیشه اینجوری که صحنه بازی نوید محمدزاده با یعنی پاشا و مامانش شد خیلی دوست داشتم و اون شخصیت گنده زندان به مسعود کرامتی نمیاد مسعود کرامتی بیشتر حاجی معتمد محله که همه پولاشون رو بهش میدن یه کار قشنگی براشون انجام میده نگارم هم شستشو برای ما این نگاه برای ما اینجوری میکنه ولی واقعا نمیاد به نظر من قهوه خونه ها هم که گفتم تو همه فیلم ها همه قهوه خونه ها یه شکل ها. چرا؟ یستا میر تحماس هم بازی میکنن اون نایمده اونم باید بیاد ببینیم کجا ازش استفاده میشه آره بعد چون اه... یکی بازی های خوب قسمت های قبلی هم که ن... میلادم خیلی ترفیه مجید آقا کریمی بود اه... بازی آداز سمدی هم خوب بود ولی یه نکته ای که اینجا هست چرا به آقای کرامتی نمیاد به نظر من نقشه روش خوب نشسته خوب نشسته و داره خوب کارش رو میکنه چاید... ما... من... چون ما پیپیکال انقدر ازش اش... از این آقا نقشه آره... خوب با اینا دیدیم تا الان ولی من میگم باید با... من باورش میتونی بکنی و یه خانم مرجان اتفاقیان هم با عالیه. ما عالیه و اینکه ما تازه داریم به عمق فاجعه خانواده پا... پاشا بود پاشا. درسته به پاشا, پاشا پی میبریم که اینا واقعا خانوادتا همه دیوانن اصلا داستان دارن و خونه قدیمی و این حرکت هایی که داره میکنه نازگل موافقم یه خورده داستان اونقدر کشششون نداشت چقدر شعه داره ولی کنکه آخرش یعنی این قسمت اون قسمتی بود که ما بخوایم اعتراض کنیم پولا رو نشون داد یعنی به نظر من به جای این کار رو کرد و مسو کرامتی هم خوب خدایش بازی کرد <applause> ببین یعنی اباحت و اون جذبه که این کرکتر باید داشته باشه رو خوب ادا کرد ولی باید اون باید نماز بخونه فقط انقدر که با یه شکل مثلا چه میدونم شاید مثل یه سری بازیگرای هالیوودی شده که ما توی یه ببینی... تو فیلم شب تلایی برید ببینید مسئول کرامتی چه جوری بازی کرده مسود کرامتی یه پله از این پایینتر نه متمد بود یه پسر بزرگ خانواده بود و بازیش به نظر من خیلی متفاوت تر از اون جیای های متمد محلیه که عبدی داره میگه چرا تو شبکه یک تو مارم بخواد بازی کنه متمد من ولی اینجا نقشه روش نشسته ببین مهدی میدونی داستان چیه دیدیم ازش اصلا رفته تو ناخداگاهش ولی منم بنابراین میگم خوب بازی کرد به خاطر اینکه دیگه باید چیکار میکرد او با حتر رو نداشت محمد اتفاقا ببین اون آدم داشت 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 او نداشت همون متمدنی آدم آرومه بود که داشت پسره رو آروم میکرد که آدم ها رو اجیر کنه این... برن یکی رو بیارن یه ذره نمیخورد فرق میکنه مثلا اکثرا ما تصوراتمون اینه که یه نفری که خیلی گنده است تو بند زندان یا آدمی که این آدم گنده یه خط و خش داره نه یه هم میبینیم. یه گنده زندان یه آدمیه که مثلا 35 سانت قد و اصلا گندلات های تهران هم میتی همین تیه به حاج هم, هم انقدر قدش بوده امیر آقا به نگاه تیه به حاج رزایی تیه به حاج رزایی دقیقا مثل تیه به حاج رزایی تیه به حاج رزایی میره توی گود زورخونه یه نفر میاد میره جلو میگه آقا اینجا تمرین نکنی یه نفر یقش رو میگیره تهیه بار زمین بلند میکنه وقتی یقش رو میگیره بعد پنجاه نفر دست به قمه میشن بعد طرف اونجا میفهمه تیه به حاجزه کیه حتما نباید یه گولاخ مثل گناه فرشته <applause> من... برداری بیاری بذاری اونجا <تصفيق> <تصفيق> من منظورم بیشتر این که من بیشتر مشکلم تا کرامتی چون به نظر من بازیش به دل من نشست و این خیلی هم سلیغهیه ولی بیشتر مشکلم با مادر فرشته است یعنی خیلی خوبه برن... خانم فرانی خیلی خوبه که بازی خیلی دیگه طول تو... یعنی با بازیش کاری ندارم بازیشون قسمت هایی که ایشون هستن خیلی ما آب, آب و تو قسمت های ایشون بیشتر میبندن انگار من یعنی احساس یعنی میکنم بازیش مست... خوبه نه بازی اون کاری ندارم صحنه پس کارکتر من... کارکتر خوب براش تعریف نشده که اون آره, سحنه آره شده شده سحنه داره میخواد نشون بده از اون ور میاد دوباره میاد میفته تو خونه ده دقیقه ما داریم میبینیم که میدونید آدم اینجا هست که حسلش سر میره خیلی سریعتر میشه اینا رو گرفت بچه بحث بحث سلیقه خیلی حکم فرماست مخصوصا الان که باب فضای مجازی و ماها اومدیم توی هیتهی داریم کار میکنیم که بحث نقد میکنیم بحث ایرادگیری داریم بحث بررسی داریم بحث سلیقه است الان مثلا شیرزاد شاید یه سلیقه دیگه داره مثلا احسان منصوری یه سلیقه دیگه داره مثلا ارزم امید یه سلیقه دیگه داره پتروس سلیقه دیگه داره و همینطور مخاطبا اون کانال اگر من بگم من بگم شبه اگه ماها بگیم شبه همه میگن شبه تو درست میگی یه چهار نفر پنج نفر میان میگن نه آقا روزه و بالعکس هر کسی این بحث سلیقه باب شده یعنی یه بابی رو باز کردیم همه میان نظر میدن یعنی صاحب نظرش هم میاد نظر میده اونی که نمیدونم یاد می نظر میده و این عالیه به نظر من تهش بعد هم احترام بذاریم دیگه یه هایی با هلیشات گرفته بودن اینا خیلی قشنگ بود زمین فوتبال که بالا سایه اینا میافتاد سایه هاشون بزرگتر بود من خودم خیلی دوست دارم این صحنه رو حالا اومدش پایین این یه سلیقه یه جوری یعنی حالت ترک شد دوربین یعنی میخواست همزمان کات نخوره حرکت دوربین رو داشته باشه بعد که میاد روی فرشته اینو ترک کنه یه خورده اونجا یه جوری بود ولی باز دمشون گرم که انقدر ذوق دارن که از این کارا تو سریالا میکنن حالا همین کرکتری که یه فوتبالی الان وارد کرکتر خانوم های سریال میشه که زیاد شده تو فیلم سریال آمون. خب از اون شما مگه ایشون فوتبال بازی نمیکنه بالاخره توی رده بالایی حالا این بیشتر به عنوان فانش دارم میگم و خیلی راحت گرفت فرشته رو یعنی اون آقایی که بود یه خورده سبک وزنم نبود سنگین وزن بود یعنی مثلا تیپی که اون خصوصیتی که به شخصیت میدن شاید یه جنبه های دیگه ای داشته باشه سر همین سوتیاش در میره شاید مثلا نگاه کارگردان نویسندش دق دقش این بوده که این دختر ورزشگار باشه اون صحنه به این چیزاش هم فکر میکنه چون مثلا تمرینای خوبی ما از خانم فرشته دیدیم که مثلا واسه فوتبال میکرد ولی اونجایی که میخواست در بره خیلی من انتظارم بود که حداقل در بره چون فوتبالیست اون آقایی هم که بود میگم هم آقای همچین مثلا سبکی نبود راحتی میتونست در بره ولی خیلی راحت گرفت این به نظر من خورد تو چشم ولی با حرکت آخری که کرد پولا رو نشون داد به نظرم من مخاطب رو می نشونه اول میخوام به با صحبت عبدی شروع بکنم در مورد علی رزا جعفری که گفت یه شخصیت لوزری داره منم موافقم و موندم چرا همه عاشقشن هم. هنگامی که انقدر پاشا رو پس زده عاشقشه اون عاطفه ای که مثلا انقدر حالا خفن میتونه باشه دستش باز همه کار هم میتونه بکنه عاشقشه اصلا برای من نداره و اینکه نازنین, فراهانی به نظر من خوب نیست بچه ها چرا میگیم بازیش خوبه با. همیشه بیروهه همیشه اینجوری ماستوریه من اصلا بازیش رو دوست ندارم اون هیجانی که یک کسی که مادر یک قاتلیه که در شرف اعدامه این شکلی نیست این بری خونه نیست بعد همونجا که در میزنی بشینی زمین خودتو بزنی نوایستی در برات وا نکنم بری دوباره برگردی خیلی مسخره بود به نظر من و اینکه فکر میکنم بریم ما نازگل قصه داره اما قصهش جوندار نیست ببین یه قصه که استخون داره رو هر چه قدم آب ببندی باز میکشده ولی یه قصه نرمالی داره که اگه این آب بستن نبود توی چند قسمت تا الان اگه مثلا توی دو سه قسمت این اتفاقا رو نشون میداد هم جذابیتش بیشتر میشد هم بیننده بیشتر میکشون هم نمیتونستیم ازش ایراد بگیریم هر چه دوباره بگیم که تدوین خوبه قاب خوبه بازی خوبه قصه هی میلنگه و رابطه این دوتا همین آرزو و اون آقاه وصله نمیشه میدونی من چه من که الان هستم اینه که از طرف کسیه ولی اگه میومد قبل اینکه اصلا بخواد آرزو رو سوار ماشینش کنه یه بکگراندی نشون میداد یه, فل... یه چیزی نشون میداد که فلانی برو فلانی رو مثلا دنبالش اون موقع برای من جذاب میشه میگم میخوام چه بلایی میخواد سر این بیاره نه اینکه حالا برای این وسط عاشق معشوق بازی در بیاره و یه نکته هم فقط میخواستم در مورد حمایت از حیوانات بگم خواهش میکنم حتی برای یک سکانس فیلم برداری توی ظرف کنسرو غذا به حیوان ندید خیلی خطرناکه براش من اینو گفتم شاید اصلا ربطی هم به نداشته باشه خواهش میکنم رعایت کنید حالا بماند که خدا این غذای هم اصلا برای حیوان خونگی مثل گربه اصلا مناسب نیست نکنید این کارو مرسی نکته خوبی بود آره اون ز... سر ظرف کنسرو زبون و میبره نباید این کار بکنیم نازگل نه... بشنویم ببین بچه ها من که راجع مسعود کرامتی گفتم با عبدی موافقم میخوام مثالش رو براتون بیارم پیمان مادی توی این قسمت سریال افعی تهران یه نگاه تو آینه به راننده کرد و رانندهه... نه راننده نه تنها راننده ما هم که این ورنشسته بودیم ترسیدیم از اون نگاهه یعنی خیلی ها با اون نگاه گفتن نکنه افعی خودشه منظور من از اینکه شخصیت پردازی نشد یا مسعود کرامتی قد و بالای خیلی بزرگی نداره یا آدم درشت نیست هیچ کدوم از اینا نیست یک نگاهش میتونه یه کاری بکنه طرف تو زندان خودشو دست و پاشو گم کنه مثلا بترسه بشینه سر جاش بابا جون کفشه رو بپوش بگو کی بوده وگرنه من مثلا خواهر روز تولدت چه فکتایی داری میاری به نظرم نه آقای مسعود کرامتی در نیامده بود همون قدی با نگاه موافقم نازنین فرهانی در نمیاد بازیش اصلا به یه مادر رفته جلوی در خونه طرف که براش رضایت بگیره نشست خودش رو نزد التماس نکرد به یارو گفت اینجا بسم ایروا آبم نخوردم تو اومدی رضایت بچه ادامی تو بگیری دو دقیقه میخوام بکشنش بالا نازگل به نظرت اونجایی که میگید مسعود اومد اونجا صحبت کنه کارگردان بیشتر نمیخواست نشون بده که این داستانه طرف خانواده مسعود کرامتیه که اون ریاکشن رو نشون داد یا خب برای من جذابتر میشد اگر من اول از مسعود کرامتی میترسیدم به عنوان یه گنده زندان بعد میفهمیدم این آدم خوبیه که به عنوان گنده زندان این بچه هم فهمیده که اینو مجبورش کردن گولش زدن بعد اون وقت در کنارش حالا خانواده شان بهش خب ببین ما رو ترسون دیگه تو ترسید از یاد نگاه مسعود کرامتی نه, نه نگاهش کاری نداره وقتی که یه نفر رو میفرستن به طرف میگن خانواده تو فلان میکنیم اگر فلانی بفهمی که از سمت ما بوده که توی در موگاه زندان و میلی جلوتر اون یارو میگه روزگار تو اینجا سیاه میکنن بچه اینا همه ترس تو زندان یه پسری اومد آره ولی اینجا نشد چیزگانی. مهدی روزگار تو سیاه میکنم نخواه... من... نگ... با نگاه یارو بترسی ولی بیارو با چارت دیالوگ ترس و چیز کرد می... میخوای فراد آیشو بیاریم از گورکا براتون بگی آره. من از فرهاد آیش دو تا تاعت رو خفن دیدم یه تا دو سه سال پیش فراد آیش توی سالن اصلی تالار وحدت اجرا میرفتن که توی اون تاعت اسمش بود شوایک سرباز ساده ده فرادش نقش یه آدم دیوونه ای رو بازی میکرد که به زور میخواستن بفرستن زندان چی سربازی ببخشید دستم فرادش بازیگر خفنی یعنی نمیتونی مقایسهش کنیم با همچین چیزایی یعنی نمیگم مسعود کرامتی فرهاد بازیگر خفنی هست ولی همیشه بازیگر خفنی نیست قطعا همینطوره آره. همه بازیگرها خوب و بد دارن مثل نوید که ما کلی ازش ایراد گرفتیم تو همین کار ببین دارم میگم کارگردانه درست درش نیاورده اون آدم گنده ترسناک رو در نیاورده میدونی چی میخوام بگم حالا مثلا من با بادیگارده میگم بادیگارده یارو محافظه رفته مثلا چه میدونم دفاع شخصی آموزش دیده احتمالا با وزن زیاد میتونه بود دو حتی یعنی اونو میتونم یه جا براش بپذیرم ولی اینو نمیتونم بپذیرم ولی ناز بعد... اونجایی جانم. که صحنه ای که راه رو نشون داد این همه آدم اومدن تو اون بند اینا بعد خالی کردن و اینا, اینا یه دیگه... گرفت... چون... واقعا من داره. آره کم بود دقیقا کم بود بچه زندان هم خالی کردن رو پیشونیش احتمالا تطومتو بزنن آدم فروشی همون. چیزی میخوام بنویسن بعد مسئله که وجود داره اینه که ما یه سندرومی در حالا یه سندروم ها رو گیر دادم بهش یه سری خانوم هایی که خیلی وزمانی خوبی دارن واقعا من این مستندی ازش دیدم در یوتیوب ها مثل این که واقعا این کارو میکنن پسرهایی که چیزا خیلی کم سن و سالن رو میارن و دوست دارن که اصلا اینا لوزر باشن. حالا دیگه اتفاقی شاید داره به اون اشاره میکنه بحث جیگولی و... اینجا را آره شاید که مثلا داره واقعا داره همین رو نشون میده دیگه این تفاوت سنیه و این صحبت های آزار سمدی آره بچه آره نازعین فراهانی خب نقش مادر یکی مادر بیارزهی هم هست مثل که قبلا هم ترکاری زیاد کرده چون بچه هاش باش خوب نیستن و میخواد یه کاری بکنه و نمیتونه حالا من نمیدونم که دقیقا چه جوری باید بیشتر بهش فرصت بدیم ببینید کسی که حالا عاشق ببین اه اونایی که بالاخره خانومایی که بالاخره دنبال این پسرا هستن بازم هست ولی این خانوم آدمیه که با خلافکارای بزرگ الان داره احساس میکنیم که رابطه داره دیگه چون با همون اتمالا مجید جنگلی و اینا در چیز هستشون با پولا دست منه آخر داستان که اصلا اینجوری شد چه من اصلا یه ناامید شدن داشتم اتفاقا داشتم حال میکردم با داستان بعد دیدم که اونجوری شد احساس میکنم خیلی پیچیدش بیخودی. که دوباره الان یکی بیاد بگی آقا الان پولای جو دست من یه ذره غیرواقعی واقعی کرد داستانو میگم ناراحتی من از این، چی میگن رابطه مثلا آرزو و چه میدونم میر اینه که ببینید اون آدمی که انقدر تو کانکشن داری و انقدر پول داری و اینجوریه نمیتونید دنبال یه همچین آدمی باشی بازم و جای آقای اوزجان دنیز من دوست داشتم که حداقل یه پسر شبیه خودش میفرستادن مثلا که اون حداقل بیاد خوشو بزنه یه کاری بکنه اگه حالا این یا این آقا نیت بدی داره در آینده که مشخص میشه تو قسمت های بعدی یکی باز باشه شبیه خودش چون اصلا اون دیالوگی که با هم حرف میزنن اون چیزی که مکالمه که بین اینا رد و بدل میشه هم جالبی نیست اسم چیه اومن من فکر کردم تو اصغری منوچهری هستی چیزی خب خیلی نه نمیدونم ببا. بچه؟ نمیدونم ولی شاید داره یه موزل روانشناسانه رو در این جامعه ای که شوگر ددی و شوگر مامی و اینا مد شدن میکنه آره شاید واقعا نمیدونم ولی نه. خب نه نه سریال, نه سریال, سریال میگم همه چیز رو با هم قاطی کرده دیگه میدونی احساس خودم. میکنم زیاده زیاده دیگه برای سریال آفرین اصلا میتونه اونقدر چیز اونقدر بسنی... فرصت داریم ببخشید اونقدی فرصت داریم که بخواد به همه اینا بپردازه تو کل سریا که ما بفهمیم چی این شده بگو این خیلی خوبیه بذار من هم نکته بگم این که میگه میخواد مثلا به این مزل شوگر مامی شوگر دادی به پردازه خب یه دونه پرداختی دیگه امیر آتفه بس دیگه آها داستان دیگه داره بس یه چیزی نداره. بسی نداره. که بسی داره که بعدا یه جا برسه, آها. داستان. 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 برسه دیگه بایستان. سبور باشه بچه ها میخوام یه مقایسه خیلی ساده بکنم ما دو سه روز پیش توی لایو با بچه های دیگه داشتیم صحبت میکردیم و یکی همین کامنت رو برای گذاشت که افیه تهران چرا داره به این همه موزل میپردازه و ما هممون هم دفاع کردیم چون بلده که این موزلا رو درست روایت کنه درست بکاره درست برداشت کنه این هم همون تعداد قسمت رفته یعنی اون الان قسمت هشت بود این قسمت قسمت شیشه دو تا قبل خیلی هم فاصله نداره این کاشته ولی بلد نیست برداشت کنه بلد نیست بفهمه چرا از, از کجا میدونی بچه بهش قسمت چی رو برداشت کرده برای ما ببین چی قسمت گذاشت پول کجاست ببین عثی تهران یه موضوع کاشته کودک آزاری و همینو داره تو مسیرش میره برقی موزلا داره اشاره میکنه پیام میده دنبالش نیست که این مشکلی رو حل بکنه توی این قضیه میاد حالا من به نظر مشکل رو حل کنه مشکل مثلا شو دارم دارم, داستان... دارم این اصلا داستان ولی یه لحظه نگاه سب کن یه لحظه کن اصلا داستان شوگرددی و با دوست شدن با دختر کوچیک نیست احتمالا یه جای گیری هست مردم اومده جلو از طریق این بچه میخواد وارد شه چرا میبرینش سمت روانشناسی کودک کودک همسری و داستان این که طرف نمیدونم شوگر ددی و اینا نه اصلا طبقه زیاده نه, نه ببین ببینید چیه داستان مثل میمونی که شما این لیوانو بدن بگن آقا در مورد این لیوان صحبت کن شما رنگ سفید در عالم هستی آقا درباره لیوان صحبت کن نمیخواد درباره رنگ هست عالم هستی صحبت کنی مهدی یه چیزی بزن من بگم یه دفعه چرا میری تو بود جهانی نه نه داستان شوگرددی و فلان نه. اینا. من بچه چیزی... اشتباه برداشت نکن مهدی من اصلا فکرم اونجا نبود ما نازگل گفت که این کار داره میکنه مثلا موزدگی های عبدی گفتم ببین اگر میخواد بهش بپردازه یه مورد رو نشون داده برای ما منم که خودم میگم این آقای شگرددی نقشه ای داره براش ولی حرف من اینه حتی اگه بخواد موزلا رو با هم دیگه بذاره فقط گذاشته تا الان شیش قسمت داره همچنان موزل میذاره این خ... یه کم پیچیده میکنه به قول چرا این همه پیچیدگی وقتی که میتونی با یک روند داستان ساده خیلی حرفا بزنی با همون جذابیت با همون کشش نه شروع شلوغ پلوغش کنی بچه الان شما دارید میگید که طرف اومده رفته خانم نازنین فروانی رفته دم خونی اون کسی که میخواد رضایت بگیره چرا خودشو زمین نزده چرا گفته من فلان کارو نکردم براش تعریف نشده بوده تو سناریو که اینجوری خودشو زمین بزنه اگر خودشو زمین میزد میشد یک سناریوی دیگری یک نوشته دیگری یک قرار بوده اون پسره بیاد اینو بزنه زمین مادره از همه مادره یک میلیارد پول از دست داده به یه نفر دیگه داده پسرش زیر تیغه پولش رفته بره ناتوانه دیگه هیچی در چنته نداره رمقی در وجودش نیست که بیاد بگه که با توپ پرسان آقا پول برم پول که دادیم پول رفته بابا تو رو خدا چی میگم یه سری اخلاقشون اینجوریه یه سری یه, سریا, سریا مدلشون اینجوریه مثلا آرزو که داریم میگین ما تهو آورتر از آرزو هم داریم کرکترش رو میگم ما هستن تینیجرایی که میان و سنای کمتری که متحو مثلا بالا میاری باشون میخوای صحبت بکنی هیچی نمیفهمن حالا این چهار تا چیز میفهمه یه اسخرا و تقی و نقی میگه و اینکه این وقتی داره. که آقا وقتی طرف میگه تو کره دوست داری بری یعنی تو از همه چیه این دختر خبر داری خب از همه چی دختر خبر داری و این نقشه ایه بچا ما اینو بگم و با اینو بگم و برنامه رو به پایان برسونیم توی قهوه خونه آقای امیر جعفری نشسته بود و داشتن با پسر خالش که داشتن صحبت میکردن کرکتری که هست ها سالهاست داره ادای چالی چاپلین در میاره و جلوی سفرت شد چقدر پیر شده و باز هم اینجا ازش ای. استفاده کردم و هنوز با همون سیستم اومد جلوی دوربین رد شد نه، من حرف تو رو قبول دارم ولی اون برای مادری که دو روز دیگه بچهش بخواد اعدام بشه صدق نمی کنه نیست دو روز مثل دیگه اعدام شه تو از کجا می‌دونی؟ دو, روز دیگه اومده و گفتن اومده خب. اوکی ده روز دیگه یه ماه دیگه مثل این میمونه که خانم به مادر این آقا نازنین فراهانی رفته تق تق خونه نیست اومده بودم رضایت بگیرم خب خونه نیستی خدافس خب یعنی چی استرسشو داد دیگه ولی خدا بچه ها شما من شما یه با... شما یه بازی میخواستین که تو سناریو تعریف نشده که خودشون اونجا چنگ بزنه بشه مثل مریلا زاری توی شیار 143 اونجوری خودشو تو زمین بزنه ب... ولی براش تعریف نشده ما همون برگشتیم به سر سارا پله اول ما داریم از فیلمنامه ضربه میخوریم خب آره نه فیلمنامه که ضعیفه ولی شما مادری م. رو دارید میبینید مادری رو دارین میبینید که مثل یه دونده دو ماراتونه که اواخرش کم آورده دیگه افتاده زمین دیگه نمیتونه را بره دیگه نمیتونه بود دوه پول داده وقت گذاشته بچهشو دارن میبرن و و خیلی موارد دیگه پرش حسینی هم اینجا بد نبود حداقل دو تا اکت با اکت پشت سر مربیش من دیدم بد نبود اینم دوست داشتم بریم ببینیم که مخاطبمون چی میگه را دقیقا هم نازگل حرف درستی زد ما از سناریو این سریال از سناریو داره ضربه میخوره و اینا, اینا همه میدونن دیگه بقاید... در تکمیل حرف شما من بگم که یه دوره از زندگی هم همه آدم ها هستن که ضعیف میشن تو موقعی که خیلی ضعیف میشه واقعا هیچ کار دیگه نمیتونی یه جا هستش که کلا بی امیدت قطع میشه چون ضعیف شدی هیچ کاری نمیتونی بکنی هیچ وقت همه آدم ها تو بس ورژنشون نیستن خوشبختانه متاسفانه دقیقا همین جوریه بچه دمتون گرم مرسی از تک تکتون و مرسی محمد نگاه نازگل عبدی بریم ببینیم مخاطبمون چه کامنتی برام میذاره و دمتون گرم شب روزی حال خوش. دامن شما گیا.